بیگ شگی All Eyes On Me موزیک ویدیوش از سکشن 13 اومده. یه پیش قضاوت بکنیم، یکم ایده دم دستیه، یعنی ایده که خیلی شنیدیم و میشنویم و مطمئنم تو کار میشنویم که چه شارومن توپاک شکور خیلی گفتن اینو، ریک راس بگیر و و و و خیلی ها هستن، جزو تاپ 10 پرکاربردترین لفظاست و شاید هم توی آهنگ هایی که آرتیست ها دادن بعدن رفرنس به اسمشون و آهنگشون زده شده باشه اول باشه. حالا نمیدونم دقیق، اینو دارم حدس میذارم چون خیلی میشنویم ریک راس و خیلی ها گفتن و میگن، ولی اسم آهنگ منو یاد یه نکته انداخت که شاید خیلی ها دقت نکرده باشن، اون که هممون دیدیم یه تبلیغی تو ایران بود، ایران رادیو تور، اون خرسه ای پشتم گرمه اگه سر حالم اگه شادم واسه اینه که پشتم گرمه، تبلیغ اول شایدتون باشه که میگفت پشتم گرمه All Eyes On Me، کپی پیست بود. این منو برد تو این تئوری توته که شاید رائفی پور واسه همین میگفتش که ما با توپاک هم مسیریم، توپاک هم میگفت کیلی لومیناتی شوریم دوتا شومن با مزه بهتر نشد. قبل از اینکه بریم گوش کنیم، یک نکته جالبی خیلی براق اونجا به چشم اومد، پرودوسر اجرایی رو خود بیگ شگی زده، معمولا پوتکه، یعنی خودش کارا رو کرده و پخش با پوتکه به نظر میاد، بیتم که با سمباجلان و یانگ لاست بوده، ببینیم چه خبره. اوه براتون بالانس خوب نی روز میدن و پام فوری به مشهد میدم شد تاوت کلی بیگ تو پاک شکور All Eyes On Me. دیدی بعد گفتم میگه اینو. نکته جالبش چیه؟ خیلی باله، خیلی حال کردم با اینجا، اینه که جای اینکه ادلیبی بگه، حالا یه کلمه بگه، خود ادلیبو میگه، یعنی اونجا میگه ادلیب دن 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 ادلیب بابا کارتون بالانس خوب نی. ببین شاید خیلی به چش نیاد بگیم حالا مثلا این چیکار کرده، ولی خیلی جینیوس تور این حرکت، خیلی باحاله. شکور All Eyes On Me کارتون بالانس خوب نی روز میدن و پام فوری به مشهد میدم شات اوت کلی بیگ تو پاک شکور All Eyes On Me فلیم شعله بند و شوزم رد تا لوزن داشت لفظ و نوزم صدا میاد میگی پشمام هوزه تالت خرابه کال کن 115 خود میشی زیر آرواره داداش زنگ بزن آمبولانس آجی انقدرم لفظم خفنه گوش میگم این کیه پشمام بابا آتیشی اومده بنازه خرابه کال کن 115 کونی خورد میشی زیر آرواره داداشت موزیکاش کیری وایراله دافا دنبال من اینو ترمی زیر آرواره ری وایراله حاجی سیلاباش رو دوست دارم، خیلی دوست دارم آرواره داداشت موزیکاش کیری وایراله دافا دنبال من اینو ترمیناتورا به بیک شده جان کانه سفنجه کالسار ازم میاد نانسکار چاقی گندم آپ اسمال شدم نقطه دا قات اسمال موهای سر رو ریتم شعریم افتاده الان واقعا هات اسپاته داشتمون اینجور که خودش میگه فکت شدم نقطه دا قات اسمال موهای سر رو ریتم شعریم افتادم تو ساخت و ساز اینجنری میندازم برات لفظ انگلیسی نمیفهمی بذار جلو دیکشنری داشت زنگ میزنم به دیله زیر پیپا کلیپه خوب میدونم که کی کپ کی ریل بعد خام پلشت بیگ کلینه تا موزیک بی از کجا میدونی کی کپ کی ریل قدرت ماورایی باشه حاجی. حالا خارج از این داستان یه نکته خیلی تو ذهنم، حالا این آهنگ شینوز جی کول خیلی هم وایرال شده دوباره، خیلی داره ویو میخوره اینا در رابطه با این داستانای دیدی و اینا که خیلی ها میگن آقا این داره بیانسه رو میگه، شینوز منظورشونه که اون میدونست، ولی یه سوالی تو ذهن منه، جی کول از کجا میدونست که شینوز و داره میاد میگه که شینوز و اینو داره میگه، عضوی بوده چه جوری بوده این داستان؟ و یک سوال دیگه تو ذهنم مطرح کرد که این مرز بین اسنیچ بودن و افشاگری کجاست و چرا یکی میاد یه افشاگری میکنه و میگن دمش گرم، یکی دیگر میگن اسنیچ، این مرز کجا میشه؟ چون جفتشون دارن یه کار میکنن دیگه، چون تو یه چیزی رو میدونستی، حالا چه جوری میدونستی؟ خوابش دیدی نه دیگه، حالا تو رابطه بودی، یکی از اون ور اومده اسنیچ کرده، یه داستان اینجا بوده دیگه، این مرز کجا مشخص میشه؟ چه جوری میشه؟ خیلی ذهنم رو مشغول کرده. و از کجا جی کول میدونست که شینوز که شینوز دونم که کی کپ کی ریل بعد خام پلشت بیک کلینه تا موزیک بیندازم میشم هی منشن ناجیتون کی رشتی فیمس شه جدی داداشت هاسلره رفیقام ممشون ادم کی نیشن
بذار نپذیرم، همه دوست دارم فیمس شن. دوست داری؟ ولی یه مسئله هست که میگن هرچی تو کمتر رو بعضی از داستانا تمرکز کنی یا بیخیال تر باشی نسبت بهش بیشتر اتفاق میفته. یعنی اینکه مسیرش بهتر باشه هست. نمیگم صد و اینا، میگم همچین تفکری هست. شاید انقدرش بوده زودتر کی. کارتون بالانس خوب نی روز میدن آپان فوری به مشک میدم شتاوت کلی بیگ تو پاک شکور آلایز اون می حاجی عاشق عدلی پا خیلی باله عدلی خیلی باله کارتون بالانس خوب نی روز میدن آپان فوری به مشک میدم شتاوت کلی بیگ تو پاک شکور آلایز اون می بذار کنار حسی بهم داشتی که هر کی که اسی چه لاشیه کونی انقدر فن فن نکن خیته فن مال سرویس بهداشتیه قرمز میشه همه رو زد. یعنی هر کی میگه فن دارم فنام میام بالا سرت فنام اینجوری فنام منزی همه بابا فن 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 خیته فن مال سرویس بهداشتی. یعنی تو به عنوان اون آرتیست که داری فن فن میکنی یه توالتی که همه دور ریدن یه فنی هست که این بوه بره فن فن نکن خیته فن مال سرویس بهداشتیه قرمز میشه نوک جوینت بیکینگ شده کوین مشهد روم کرده حساب با پس میره توش کل پوینت ببین مسیرم اصلا با کف جداست یه بمون میرسونه رفت. این همون اجراشی که وایرال شده بود دیگه. خیلی سیلا با اینجا تمیزه خیلی کل پوینت ببین مسیرم اصلا با کف جداست یه بمون میرسونه رفت دلار بمون جایی دادی دست باشه خدا داشت نهر ایران شو به مکدونالد بذار بیاد پایین پی مشهد بود فیلتر بی ام. اینجاش هم خیلی دوست دارم این سکوتا و شکستایی که تو فلش میده اینجوری که بذار بیاد پایین بی پی ام مشهد فیلتر بود بی پی ام نه وی پی ان خیلی باحال اجرا میکنه. نکته جالبش هم اینجاست که نکته جالبش که شاید هم جالب نباشه ولی میگه تمپو رو بیار پایین خودش هم تو همینم هم میگه دیگه چون همون اجراست ولی نمیدونم کامل گذشته یا نه که رو بی پی ام پایین خدام تمپو پایینتر خدام با اینکه خودم فرزم و اینا مشهد فیلتر بود من وی پی ان یعنی داداش اینجا همه چی محدود بود و اینا راه ها رو همه رو ما وا کردیم یعنی ما خارج از لیمیتیم کار لیمیت برو درست لوکم معلومه دو شهر رو جی پی اس هم پانچ بندازم باس بری سی تی اس کن سلام برسون اگه دیم اس من جیمی نوترون هم جیمی اس هم اینا صوتی هم فقط سیکلس هم فلو مسلوه ولی خودم دی فرزم حاجی خدای جینیته مهر فکت رو بزنیم اینجا جینیسه حاجی از اون ادلیپه بگیر تا پانچاشو اصلا حاجی چقدر دارم عشق میکنم باشه صوتی هم فقط سیکلست هم فلوم اسلوه ولی خودم دیفرزم این صدا صدا ایسته میگده بسته کارا بیسته دا شیل سلکته میاد هی رو گوشی میس یه تک چک گیشه ببین آجی بام تیم فلکسه ای کارتون بالانس خوب نی روز میدن آپام هی دوست دارم یه تک گوش کنیم کپی رایت دامان رو میگیرد چرا امروز من اینجوری دارم حرف میزنم فرست ریاکت یه روز فکر کنم تایمو گذروندیم واسه این جف قوانین کپی رایت فرار کنیم به مشهد میدم شات اوت کلی بیگ تو پاک شکور آلایز اون می کارتون بالانس خوب نی روز میدن آپام فوری به مشهد میدم شات اوت کلی بیگ تو پاک شکور آلایز اون می دریله داستان شوت به مشهد میدم شات اوت کلی بیگ البته پیشگوشتی برقیه تو پاک شکور آلایز اون می خب با هم شنیدیم و دیدیم آلایز اومی رو همونطوری گفتم خب ایده دم دستیه اما خوب از این ایده استفاده کرده بود واسه اینکه کانسپتی به آهنگش بده که اینو ببره جلو و جذاب بود یعنی جذابتر از اون چیزی که تو ذهنم بود یه کوچولو ایده ایه که شاید خب خیلی هم کار کنه شاید که هیچی همه کار کردن و اینا ولی اینکه یه ایده ای رو که همه کار کردن و نمونه زیاده اون لفظ زیاده ولی تو بیا یه آهنگ باز اونجا بندازی که بتونه توی رده خوبی قرار بگیره این خودش کار سختیه چون تو کار سختی داری تو این کانسپت خیلی کار شده تو باید با دید متفاوت بیای سبک متفاوت تری داشته باشی واسه اینکه چیزی برای ارائه داشته باشی و نمیدونم شاید این تو ذهن خودشون هم بوده یا نه صرفا برای این می‌خواستن استفاده کنن که یک کانسپتی به این آهنگه بدن که یک انسجامی توش ایجاد بشه که داشت اینم که حالا مشهد اینجوری و الان وایرالم و نگاه رو منه و اصلا خود توپاک شکور و این داستانا در کل کار خیلی جذاب بود خیلی دارم ازش لذت میبرم که ببین رپر باید اینجوری باشه یعنی ما خیلی رپ میشنویم که پانچ توش قاچاق فلوبازی توش قاچاق
قاچاق فلوه یا جنریک یا کپی ملودیه همینطور. و خیلی من ریسپکت قائلم واسه کسایی که اینجوری میان تو بازی و نشون میدن که هست مسئله، ریسپکت زیاد و لذت میبرم، خیلی دوست دارم ببینم چیکار میکنه. و همینم که هر کارش تا الان داریم گوش میدیم میبینیم که باز حرف واسه گفتن داره، این منو رو کارهای بعدیش زومتر میکنه. خیلی دوست دارم ببینم تا کجا اینجوری پیش میره. امضاییه که سخت نگه داشتن این و پیش بردنش. یه کوچولو کلمات انگلیسی که مد شده توی رپ فارسی و کلا تو حرف زدن توی ایران که خیلیه، حالا خیلی ها میان ایراد میگیرن میگن آقا رپ فارسی چرا انقدر کلمه انگلیسی، در حالی که تو چت، تو دایرکت، استوری، فلان، این ور اون ور، تو جمع خیلی استفاده میشه این داستانه. ولی یه کوچولو این راحت تر کرده این مسئله پانچ زدن رو، قافیه زدن رو، سیلابای تمیز سر باشه. خیلی تو انگلیسی این سیلاب بازی آسون تره تا فارسی، چون تو فارسی وقتی میای یه رایمی بزنی که خیلی نزدیک به همن، خیلی چفتن سیلاب و با حال و اینا، به علت اون جمله قافیه‌ای که معمولا شکل میگیره، یه کوچولو تو میای سیلاب بالا بزنی اینا، ولی میره تو حالت شعر کلاسیک و اینجوری که ردیف و قافیه میشه و اینها، و بعضی جا تو ذوق میزنه، خیلی هم استفاده شده و میشه. یه کوچولو انگلیسیه اومدن توی فارسی توی این داستان اینو راحت تر کرده و جذاب تر کرده. ولی خیلی دوست دارم ببینم تا کجا میتونه اینجوری ادامه بده و آیا میتونه همینجوری سنگین بره جلو، که دوست دارم همینجوری سنگین باشه با توجه به اینکه پرکارم بوده. یعنی توی این فکر میکنم یک ماه گذشته، البته که خب این تقریبا 30-40 ثانیه این مال همون اجرا بود، ولی یکی دو هفته اخیر 3-4 تا پروژه ازش اومده که همون بم 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 اینقدر پانچ‌لاین، خیلی باحاله، دارم لذت میبرم. خیلی دوست دارم ببینم چی جوری پیش میره، کجا چی کار میکنه و آیا نیاز به ریبرندینگ پیدا میکنه یا نه. دوست دارم همین مسیر رو بره. و دمش گرم، توی یکی از دلایلی که امثال مرساد، امثال گوداد و همینطور بیگ شگی و اینها الان خیلی دارن باب میشن و باحاله، چون هم لیریکالن، هم دارن یک ویژنی رو میارن، هم پانچلاین دارن خوشگل، هم رپ پیوره، و حالا اکثرا هم تایپ بیتاشون اینا تایپ بیتایی که به گوشا آشنا و اینها، و خیلی تمیز دارن میبرنش جلو. خیلی دوست دارم این بچه‌ها رو ببینیم در ادامه چیکار می‌کنن. یه مدت بود یه کوچولو فاز باحال نمیداد رپه، همه هر کی یه چیزی می‌واسه چی داری میگی بابا، قافیه ناچفت، پانچلاین که نداره اینا، ولی الان دارم حال میکنم. یعنی خیلی به 8 ماه 9 ماه 1 سال آینده رپ فارسی امیدوارم، و مخصوصا خوردن این بچه‌ها به هم. اوخ اوخ اوخ، چه چالشی بشه، چقدر خفن میشه. دمشون گرم، خلاصه لذت بردم. و یه صحبت دیگه آها می‌خواستم اجازه بکنم که این داستانه بود، پوری آدرویت هم گفته بود هر کی ترند میشه سر اینا میرن سمتش و اینا، قبلش کسی کاری نداره. الان هم این اتفاقا میبینیم افتاد. من فکر میکنم اینجوری هم خوبه. چرا؟ چون اون پوش آخری که نیاز داره یهو طرف دو پله بیاد بالاتر و به نظرم میده این یه اوجی گرفته داره میره، یهو به قول بزالایتی مثالی داره میگه یه دونه میزد در ما جرقه میپریدیم بالا، یه همچین حالتی ایجاد میکنه. فکر میکنم خوبه و یه سودی هم دو طرف داره دیگه، تو زمانی که مارکت و روابط یه جوریه که همه میخوان از هم بکنن، زمانی میری تو مسئله، این منطقیش اینه دیگه که سوده دو طرفه باشه، نه اینکه صرفا تو یه چیزی بدی تشم بشی آدم بده. متوجه هستین چی میگم دیگه؟ خلاصه دم همشون گرم، خسته نباشید. میگم نظر شما چی بوده حتما توی کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی، امیدوارم حالتون توپ خوبالی و بم باشه. سی یو سون.